هلو وا چرا سلام امروز این قابلمه خالی رو بذارم سر جا اجازه فکر نکنید ما خیلی قرض داریم امروز اصلا قرضا درست نکنید این در رو ببن خیلی صدا میاد الان اگر خب مقدماتتون آماده کنید بعد ریکورد رو بذارید شما همیشه وقتی مثلا من ویدیو میخواییم برای یوتیوب آپلود کنیم ویدیو که تموم میشه آخرین مرحلهش بر من اینه که مثلا یه اسم یه تایتلی چیزی بذارم برای ویدیو بعد خب میدونید دیگه مثلا خب حتما کسایی که توی یوتیوب یه چرخی زدن دیدن چه تایتل های و یه چیزایی فقط برای اینکه مثلا ویدیو کلیک خور بشه یه چیز عجب و غریب اسمای عجیب و غریب تایتل های عجیب و غریب تامنیل های خیلی جذاب میذارن بعد سیامک همیشه به شوخی همیشه من ازش میپرسم که مثلا خب اینو اسم این ویدیو اونو چی بذاریم یا روی تامنیل چه جمله بنویسم یا چی بنویسم سیامک همیشه به شوخی مثلا میگه بنویس مثلا فاجعه در استانبول یا بنویس مثلا چیا میگی مثلا مامانش اینا آمدن مثلا چطور دعوه و یه عروس و مادر شد سیامک در آی سی یو چطور آخه دیدی مثلا واقعا مثلا یه دفعه این هنر پیشه مر بعد پایینش مثلا میری میبینی نوشته فلان هنر پیشه گفت اگر من رژیم خانوم دکتر یا آقای دکتر فلانی نمیگرفتم الان مرده بودم در آی سی یو بودم بابا تو رو خدا نکن کنه بعد هر بار که اینو میگه من بهش میگم که بابا اینقدر این حرفای منفی حالا حد شد به شوخی نزن نمیدونم چطور ما بدبخت شدیم مثلا اینا رو بنویسه بعد امروز به احتمال زیاد این تایمنه هنوز نمیدونم تصمیم نگرفتم روش بنویسم ولی به احتمال زیاد همون فاجعه در استانبول یه همچین چیزی مشابهش نوشتم روش چرا به خاطر اینکه واقعا یه اتفاق یه خورده ناراحت کننده افتاد همین یکی دو ساعت پیش اونم اینکه چیز اکانت اینستاگرام من ساسپند شد من الان نمیدونم دلیلش چیه از خود اینستاگرام به هم پیغام داد که اکانتت ساسپند شده مثلا انقدر وقت داری 180 روز که اپیل اعتراض کنی بررسی میکنی این چرت و پرتا ولی به هر حال نتیجه اینه که در حال حاضر من اکانت اینستاگرام ندارم بعد از 12 سال فکر کنم از سال 2009 اینستاگرام حالا یکی دو بار دیگه چون به قول معروف لشکر سایبری هیترها یه بار سعی کردن یکی دو بار چیز شد لاگین نمیتونستی بکنی و نمیدونم آره ولی اینطوری نبود هیچ وقت خود حالا به هر حال و به طرز عجیبی خب خیلی ناراحت کننده است برای کسی که واقعا این همه سال زحمت کشته برای یه پیجی و ساختتش و کلی ارتباط داره با آدم‌های مختلف و خیلی خاطره داره و تاریخچه داره و بری تو آرشیوش مثلا ما هر بار هر روز خاطرات گذشتم رو براتون میگم خب واقعا یه فاجعه یا همون خبر ناراحت کننده ایه اما به طرز عجیبی خیلی بی تفاوتم نسبت بهش اصلا میتونم بگم مثلا الان به تو گفتم از 100 چند تا ناراحتم تو 5 تا ده بود شد پنج واقعا ناراحت نیستم یه دلیلش فکر کنم اینه که یه هویی اومد تو ذهنم که من اگر اینستاگرام نداشته باشم حالا چرا من تو دیت رو نه تو برای نزاحت باشم نه چرا اینطوری من اگر که اینستاگرام نداشته باشم به احتمال زیاد وقت بیشتری برای یوتیوب میذارم شاید یه دلیلش اینه یعنی ببینید شماها یوتیوبیای ما دوستای و همراهای یوتیوب ما چقدر عزیزی چقدر عزیز و دوست داشتن از این چقدر ما بهتون ارادت داریم که باعث شدید یعنی واقعا اگر من این کانال یوتیوب رو نداشتم الان احتمالاً خیلی از 100 شاید 98 تا ناراحت بودم ولی این باعث شده که
حالا نه که الان اگه اینستاگرام رو ببینن ناراحتشن، ولی به هر حال میخوام بگم که قبلا هم گفتم اینو، واقعا ارادت قلبیم به یوتیوب خیلی بیشتره تا اینستاگرام. شاید هم دلیلش اینه که ما توی یوتیوب همیشه لینچ کمتری شدیم. لینچ فارسی هم جوی لینچ میگن، انگلیسیش هم لینچ میگن. آره توی یوتیوب همیشه انرژی منفی و هیت و لینچ کمتری گرفتیم تا اینستاگرام و دلیلش اینه، وگرنه که خب واقعیت اینه که من نه شما رو به جز اسم و آیدی و اینا از نزدیک و دقیق میشناسم و نه کسایی که توی اینستاگرام رو میبینن. خلاصه این که راستش این ویدیو فقط گرفتم برای اینکه بالاخره اون تامنیل مورد علاقه تو فاجعه در فلان و حرف دیگه ندارم. تو حرف دیگه نه، خوبای اینستاگرامت هم اینجا جمع شدن. آره حالا که به هر حال دوربین رو روشن کردیم، یه آپدیتتون هم از وضعیت این روزای خودمون بکنیم. من این روزای خود کم پیدام و دلیلش رو اکثرا، حالا اکثر کسی که تو اینستاگرام بودم، دلیلش رو خیلی هاتون شب بدونید. بچه ها مدرسه هاشون باز شده و یارا برای بار چندم دوباره امسال این دفعه پیش دبستانی رو شروع کرده و یه خورده ما رو به چالش دوباره کشیده طبق معمول. یه خورده اون عذاب خیلی انرژی میگیره، بخاطر اینکه منم دقیقا تو دو هفته گذشته مثل بچه مدرسه ای هر روز 4 ساعت و نیم تقریبا رفتم مدرسه و خیلی خستم از ترسی. حالا امیدواریم که تو این روزای پیش رو اوضاع بهتر بشه. یه تقریبا یک ماه پیش که هنوز مدرسه آباز نشد و سیما این گفت آخیش مثلا خیلی انتظار دارم میکشم مدرسه آباز شد و اینا بچه ها برن ما یه خورده بتونیم به کارمارمون برسیم و نفس بکشم و اینا، و من هی بهشون گفتم که زیاد دلت صابون نزن، من زیاد چشم از وقت یارو آب نمیخوره که خیلی زود ما رو به اون مرحله برسونه. ولی امروز خیلی بهتر بود، به خاطر همین الان یه خورده مثبت‌ترم. پیشرفت خوبی کردش دیگه، وسطش به نزدیک گفتش که آره، معلمش گفتش که تو برو و امیدوارم یه هفته دیگه هم همینطور بشه دیگه. امروز بعد از 2 ساعت دیگه معلمش بهش گفتش که یارا به مامانت بگیم که بره که بی خودی معطل تو بانست، اونم گفت بره، در حالی که خب روزای قبل همش میگفتش که من به شرط میرم توی کلاسم که تو هم اینجا پشت کلاس من بشینی، و خب معلمش هم استراتژیش اینجوری بودش که مثلا اگر اون میخواد بشینین بشینین، چون که مثلا با کمترین میزان مثلا اشک و گریه و اینا این مرحله رو بگذرونیم. به نظر من میاد که استراتژی بدی هم نبود، معلمش خیلی معلم با تجربه 13-14 سال تو اون مدرسه کار میکنه، بعدش هم فارغ التحصیل به هر حال همین تربیت کودک و از این چیزاست. نه خیلی قرب صدقی علکی میره، نه خیلی خوشگل، یه میکس منطقی هستش از احساسات و منطق و تجربهش و اینا. آره امروز هم رفتم دوباره دیدمش دنبال هیلا. نه اونم یارا دید. آره چون اون بچهش رو چیز کرد برداشته بود. خیلی مثلا با یارا هم یه حالت که یک کرکتر، یعنی به چشم یه بچه کوچولو مثلا نه این تو چی کار میکنی، نه خیلی نگم خوشگاه، خیلی منطقی و یه مثلا به اندازه یه بچه 6 ساله چیز باش برمون. و دوباره آدم به این نتیجه میرسه که چقدر تحصیلات درست تو هر شغلی مهمه. پارسال تو یوتیوب هم ما یه ویدیو گرفتیم از تجربهمون از یه مدرسه دیگه که یارا رورده بودیم، خیلی هم تعریف کردیم اگه یادتون باشه کسایی که اون ویدیو رو دیده باشن، از خود مدرسه و کلاسش و خیلی فلان و حتی شهریهش و اینا، که خب البته بدم نبود کادرش، واقعا مثلا یکی از کادر اصلیش نه معلمشون، اون مثلا روانشناس کودک بود، ولی بقیه مربیا قشنگ معلوم بود که خیلی شاید تحصیلات یا تجربه کاری مرتبط ندارن، اینجوری به نظر میومد. حتی شاید من فکر میکنم یه خورده یارم آسیب اون پارسال اون نحوه جدا شدنش و اینا
روش بود به خاطر اینکه این دو هفته هم میخورد استراب داشت. مثلا پارسال اونا استراتژیشون اینجوری بودش که هر جوری شده بالاخره یارا رو از ما جدا میکردن، به ما اجازه نمیدادن توی مدرسه بریم، ولی مثلا وقتی که بعد از نیم ساعت آروم میشد از گریه و شیون و اینا میگفتن حتما بیاد بیرون با هم خدافظی کنین و شما برین. نه یه اوج مثلا چیزشون، ما خب هم موقع به نظر رسید خیلی خوبه این طرز فکر، ولی خب ظاهرا آسیب زننده بوده دیگه، چون که بعد از دو ماه واقعا تموم نشد اون ماجرای چیز جدا شدن با استراب و اینا و هنوزم تو این دو هفته خورده خودشو نشون داد. ولی حس میکنم چون یارا انگار که به این مدرسه و به این معلم و محیطش یه حالت اعتماد داره دیگه. انشالله این هفته دیگه دست از سر منو رها کنه. امروز خیلی بزرگ بود اونجا برش. من که خودت تو هم مثلا به من خاطر تعریف کردی تو دوران مهدت که یه مهدی گفتی یه مهد خیلی معمولی کنار خونتون بود تو دوستش اونجا بری، مامانت اصرار میکرد میگفت که مهد خیلی خوب بود داشت و رفتی اونجا که چقدر بعد گذشت و یه خود قابل تعامل. یعنی ما داشتیم فکر میکردیم واقعا به این نتیجه رسیدیم. خب میگم واقعا اونجایی که قبلی مثلا پارسا بله رویایی بود و فلان اینا، ولی آره یه خود از دور نگاه میکنیم میگه واقعا برای ما، یعنی اون آخه چرا نمیری نگاه کن حیوان سرسب بزرگ خونه دو تا ویلا بزرگ آنچنانی نمیدونم چی، ولی مثلا بعضی وقتا بچه ها نه مثلا ارتباط برقرار خیلی بزرگ بود برای یارو احساس می‌کنم اونجا. اینجا با اینکه کوچیک‌تره جای کوزی دوست داره، جای آروم دوست داره، با معلمه ارتباط برقرار که برای مهمترین چیزه، مهمترین چیزه واقعا برای بچه. آره. اون بیشتر برای راضی کردن خیلی فعلا من که خیلی از مدرسه‌اش راضیم، خوشحالم و امیدوارم که این الان تنها ایراد اینه که همون اول صبح یه خورده سخت جدا شدن، ولی واقعا وقتی میره تو انگار که خیلی راحت و خوبه و گوشه‌گیر و منزوی نیست. معلمش هم همینه، توی کلاس مشارکت میکنه، حرف میزنه و آها البته فرقی که امسال، فرق اصلی که امسال داره با سال گذشته زبانه دیگه. پارسال اصلا ترکی بلد نبود، در حد چند تا کلمه شاید، ولی امسال خیلی راحت با بچه ها حرف میزنه، با معلمش حرف میزنه. حتی من وقت به معلمش گفتم که احتمالا شما متوجه شدید زبانش چیزه، زبان ترکی رو تازه یاد گرفته، گفت من خیلی خوب حرف میزنم. یه پاس هنگی کتاب اون پرپوله تو این چیزه نیست؟ چه کردم تشکر کردی؟ آیا این بالا هم سفیده هست؟ باشه سفیده رو بده من چه کدر رو میزنده؟ اسم دوش بایشتی بعد چیز خیلی باعثه تمسایی ها فکر کنم من باید نشستم بیرون تمام نه نور الان این ساعتی رو پرده نیست. این هم خلصه از ماجرای دیگه این روزامون. هفته یه خورده پرتنش و سختی بود چون که هیلا هم هفته اولی بود که مدرسه شروع شد و دو روز نگذشت، چند روز رفت مدرسه. پری روز معلمش دفعه وسط روز بابا زنگ زد، خیلی هم سیامک حتی منم همینطورم واقعا فکر کنم هر پدر و مادری تو روز وقت بچه‌اش مدرسه است اگه موبایلش شماره معلم بیفته خب یه خود ناخودآگاه آدم استرس میگیره دیگه که چی شده که معلم وسط روز داره به من زنگ میزنه. و معلمی سنگ زد، من هم میخور فریک کردم، گفتش که نه نگران نباشین مثلا اتفاق باید نیفتاده، فقط اینکه بغل دستی هیلا یعنی کسی که درست کنارش میشینه تشخیص بیماری گال گرفته. گال هم که اینجا بهش میگن اویوز، اگر که ترکیه این هم یه اطلاعاتی که مثل که اصلا صدها برابر از چپش بدتره، درمانش خیلی سخت داره، یه همین حشره خیلی خیلی میکروسکوپیه که میره زیر پوست و کانال درست میکنه و تخم‌ریزی میکنه و اینا و خیلی مشکل دیگه
من اصلا من رو سیمای وا رفتیم ها. گفتش که اون تشخیص گال گرفته و رفته دکتر و دکتر بهش گفته که حتما اون کسایی که بغلش میشینن و اینا توی مدرسه اونا هم باید کنترل بشن. دیروز توی این هیرویری یارا مدرسه نرفتن اینا هیلارم سیامک برد دکتر، من تقریبا 99% مطمئن بودم که گرفته، نمیدونم چرا خودم آماده کردم که آی حالا چطوری اینو درمان کنم، چون گال میدونید که اگر یه کسی تو خونه بگیره همه اهل اون خونه باید درمانو شروع کنن، چون به احتمال زیاد همشون گرفتن و 4 تا 6 هفته هم طول میکشه که علائمش ظهور کنه. خلاصه اصلا دنیا رو سرم خراب شد دیگه. من که یه فصل نشستم گریه کردم اون روز که تو رفتی دنبال بچه ها تو خونه، اصلا انقدر فشار بهم یه دفعه وارد شد. واقعا همیشه زندگی آدم گل و بلبل نیست، یه دفعه قول ترکا بولندم، قول انگلیسیش میشه overwhelmed شدم. آخه وقتی آدم تو مملکت خودش هم نیست خیلی چیزا ضرب در 10 ضرب در 100 ضرب در 1000 میشه یه سری از مشکلات، ولی حالا نازه خیلی نگران این داستان شده. آها بعد نگفتم دیگه بردیش تا نتیجه نه، خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر دکتر دیگه جز به جز بدنش رو معاینه کرد و چک کرد و اینا و گفته که نه گال نیست، ولی با این حال برای اینکه چون بغل دستیش گرفته و اینا اون یه لوسیونی داد که 3-4 روز بزنه حتما اونو به بدنش که احیانا مثل پیشگیریه، حالت پیشگیری. خدا رو شد واقعا اگر گرفتار گال و مال و بالا میشه گال چه اسم بدیم، مثل یه ریشش فرانسویه ولی گال نمیدونم. این من توی مدرسه ایران نشنیده بودم همچین چیزی، ولی پارسالم یه بار بهمون اخطار دادن که توی مدرسه گال اومده، همین اویوز اومده. آخه کنترل اپیدمی کنترل بیماری ها توی استانبول به نظر من به مراتب سخت‌تره، چون واقعا یه کشور استانبول یه کشور، ما میگیم تهران کلان شهره، ولی واقعا در حالا منظورم این که از لحاظ وسعت و تراکم واقعا شاید در حد یکی دو تا منطقه استانبول باشه، وحشتناکه. و کنترل کردن این جمعیت و کنترل کردن بیماری ها، کنترل کردن وضعیت بهداشت و خب آموزش پرورش کار خیلی سختی داره. برای همین این بیماری ها من فکر کنم یه دلیلش که خیلی بیشتره یا حتی در حالت های بیماری مصری که دفعه پیدا میشه، و واقعیت اینه استانبول سخته، و اینکه فقط بحث خود شهر و ساکنین استانبول نیستن، بلکه تعداد توریست هایی هم که میان اینجا بسیار بسیار زیاده. در نتیجه خب یکی از دلایلش میتونه باشه، یعنی خانم دکتر خیلی با این، یعنی من انتظار داشتم خانم دکتر خب چطوری همچین بیماری پیش اومد، نه خب دوباره فصل مدرسه شروع شده و آره نرماله و مثلا هم مونده بودم. میدونید دیروز تو اخبار خوندم که این چیز سویه جدید کووید اومده، 9 تا این وزیر بهداشت گفته تو استانبول 9 تا دیده شد. اصلا من آقا من قرنطینه دیگه نمیتونم، یعنی اگه همچین دور بحرانی پیش میاد. نه اصلا نمیتونن. هیچ اصلا دیگه جواب نخواهد. هنوز همه دنیا دارن آسیبای کووید رو میکشن. اصلا وضعیت اقتصادی، روانی. چون ببین مثلا تو همین استانبول خیلی اصلا دورکاری میکردن. خیلی اصلا الان یا خیلی از جاهای مختلف دنیا تو کشورهای مثل آلمان، آمریکا اینا الان میگن خب دیگه برنگرد، اونایی که دیگه نرفتن دورکاری میکردن شرکت به این نتیجه رسیده خب بدون کارت زدن و اینا من میتونم نیرو داشته باشم، برای چی این همه پول اضافه هر سازمان بدم که بیان و به باز من یه حواسم اونجاست من چه اینجوری میکنه الان میفته اون یکی همسایه‌مون درست جلو من ایستاده بود، من دارم چش تو چش اون واسه پشت پنجره. آره خود تمرکز ما رو گرفته. حالا کاری ندارم به هر حال وضعیت نه به این اتفاق نخواهد افتاد. امیدوارم ولی که نهالسو پس میگی همین در راستا ادامه حرف تو که میگی تو استانبول ویروس زیاده، ببین تو استانبول حالا اینا که میگن 9 تا بدونی 900 تا، ولی
دیگه چی داریم آپدیت کنیم از هفته آینده؟ سیامک قراره چشمش روشن هفته دیگه سیامک چند سال در جواب کسایی که فکر میکنن که این ذهنیت براشون پیش اومده که تو تک بچه ای، برادر سیامک قراره بیاد یه سر استانبول و اینطور یارو رو میزنه. نه زدی چوبی مو بگرفت خطر بکنه بچه من تو بیشه کاری بگیریم اینجا بچه ها کنه چی دستشه؟ اسپریه؟ ببینم آره هومن برادرم میره برادر بزرگترم هم هستش من دارم اونجا رو میکنم حدودا من یه اطلاعات چیز بدم حدودا 2 سال از من بزرگتر هومن. خلاصه یعنی خواستم بگم که هفته دیگه ما چیز داریم، حالت مدت اقامتشون کمه ولی کم به هر حال خوبه دیگه. چند سال ندیدیم دقیقا؟ ما از ایران که میخواستیم بیایم یه هفته قبلش دیدیم دیگه 4 سال و چند ماهی هست که هومنو ندیدیم. اینم از این دیگه بچه ها سلام میگرم ویدیو هم خیلی تونه شد، فقط خواستم بگم که فاجعه در استانبول ولی واقعا اینم یه تجربه که آدم میگن اینایی که به مثبت اندیشی و کلام مثبت و انرژی که کلمات داره و اینا اعتقاد دارن، خب حتما شنیدید که میگن حتی به شوخی هم آدم نباید هی کلمات منفی استفاده کنه، به خاطر که اون کلام کائنات رو یه تکونی میده دیگه، انرژی داره. و اینم یه دلیل دیگه، یه اثبات همین ماجرا که انقدر که بعضیایی گفتن فاجعه خبر بد فاجعه که بالاخره یه اتفاق بدی افتاد دوران. و اگر که حالا موقعی که شما دارید این ویدیو رو میبینید هنوز پیج اینستاگرام من درست نشده، یه انرژی بفرستید دیگه، چون بیشتر به خاطر اینکه واقعا حیفم میاد از پیشینه ای که از خاطرات دارم توی اون پیج. نداری حرفی؟ خیلی مرغ خوش. این داره با در با دسته اسکوتر یارا رو زد یا نزد؟ زد؟ زن که من نبودم زده بود. بیا اینا یه فاجعه دیگه دیده این فرمون اسکوتر، این قسمت بالای اسکوتر هست که دو تا دست داره فلزی، یه بچه نسبتا خطرناک، یه بچه خطرناک داریم توی متاسفانه مجتمعمون، اونو گرفته بود افتاده بود دنبال یار. خیلی مراقب خودتون باشید، انرژی و حرفای مثبت بزنید و ایشالله که با یه تامنیل بهترین خبر در استانبول با ویدیوی بعدی میایم سراغتون. فعلا آها، برای اینکه اگر که اینجا رو نداشته باشین یه وقت یوتیوب ما رو گم کنین دیگه ما نیستیم. آها منو از دست کانالمون رو لطفا سابسکرایب کنید چون من دیگه وقتم بیشتر آزاد فعلا و تو یوتیوب هستم. تمام.